خانم‌ها و آقایان همه ما هنوز در تلاش برای پیروزی در این مبارزه با دشمن مشترک کویت 19 و یا کرونا ویروس هستیم دفتر بهداشت عمومی فدرال سوئیس اقدامات و اطلاعات دیگر را برای پیگیری و رایت آنها منتشر کرده است لطفا برای آخرین بروز رسانی‌ها و تغییرات به back.admin.ch slash news یا خط منفی کرونا ویروس مراجعه کنید امروز من اکثر آنها را برای شما معرفی می در خانه ماندن انوز هم به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در کاهش سرعت توصیه می شود. پس لطفا در خانه بمانید. انگام قامت در خانه فراموش نکنید که باید تحرک داشته باشید. هوای تازه بگیرید، تل بالکن یا باغچه های خانه خود بروید. برای فرزندان تا نیست مدت کوتاهی را در روز لحظات به پارک بروید و یا قدم بزنید. ابتدا اجازه دهید نگاهی به برخی عقایق مهم در مورد انتقال بندازیم ویروس انگام تماس با شخص آلوده منتقل می شود و همین دلیل فاصله دو متری بسیار مهم است این دو روش متوادل برای انتقال هستند آب دهن فرد آلوده انگام عدسه و یا صرفه بسیار نزدیک به شما انگامی که با دست خود سطح آلوده به ویروس کرونا را لمس کردید به همین دلیل به شما توصیه می شود از دست دادن خودداری کنید زیرا ویروس انگام لمس صورت بینی یا دهان می تواند به سیستم بدن شما وارد شود بنابراین شستن دست به طور مرتب بسیار ضروری است علائم کرونا ویروس در افراد مختلف متفاوت است برخی آنها علائم خفیف و سایر علائم قوی دارند این امر به عوامل مختلف از جمله سیستم ایمنی بدن افراد با سن بالای 65 سال و همچنین سایر افراد مبتلا به بیماری شناخته شده بستگی دارد اگر قبلا بیماری های دیگری از قبیل فشار خون بالا بیماری قلبی دیابت سرطان یا مشکلات تنفسی این علایمی است که توسط دولت سوئیس منتشر شده است اما باید آگاه باشند اگر سرفه شما خشک است مشکلات تنفسی دارید انگامی که دمای بدن از دمای معمولی بدن بالاتر است و در همان زمان احساس تب دارید اگر درد عضلانی دارید از بین رفتن اس بو و اما این علایم می تواند به ویروس کرونا منجر شود اگر یک یا چند موارد از این علایم را که ذکر کردیم تجربه می کنید دفتر فدرال بهداشت عمومی به شما توصیه می کند که تا زمان وضعیت عمومی سلامت شما خوب نیست، سریعا به میارسان مراجعه نکنید با این حال شما باید حداقل در روز در خانه بمانید تا از آلوده شدن افراد دیگر جلوگیری کنید اگر بعد از در روز احساس خوب کردید چلا ساعت دیگر به قرانتینه نیز اضافه کنید تا صد فیصد مطمئن باشید لطفا به با همه افراد ساکن در همون خانواده و افرادی که با آنها در تماس بوده اید از وضعیت سلامت آنها آگاه شوید و به آنها توصیه کنید تا خود را در خانه قرانتینه کنند این بدان معناست که آنها باید حداقل 5 روز در سایر موارد از دیگران دور بمانند تا از آلوده نبودن آنها اطمینان داشته باشید دستور های زیر توضیح می کند که اقدامات باید انجام شود تا از انتقال ویروس در انگام قرنطینه خودداری کنید سلامت خود را رسد کنید اگر علایم تنفسی شما به عنوان مثال در انگام تنفس رو به است فورا با پزشک تماس بگیرید لطفا سریعا عمل کنید اگر لازم است به پزشک مراجعه کنید اما با ماسک صورت خود را بپوشانید اگر ماسک ندارید دان خود را با وسیله دیگر بپوشانید و حداقل دو متر فاصله از افراد دیگر داشته باشید اگر تنها زندگی میکنید از اعضای خانواده دوستان یا یک سرویس بخواهید که مواد غذایی و سایر مسئولات ضروری مانند دارو به منزل شما تحویل آنها را در خارج از در منزل بگذارند اگر با دیگران در همان خانواده زندگی میکنید در اتاق خود بمانید و درب را بسته نگه دارید در اتاق خود غذا بخورید هزار گونه مراجعه و تماس خودداری کنید در صورت لزوم فقط اتاق را ترک کنید حداقل دو متر با افراد دیگران فاصله بگیرید از تماس با حیوانات خانگی نیز خودداری کنید بعد از هر بار استفاده از وسایل ضد کننده کلیه وسایل مانند دوش توالت دستشویی را تمیز کنید وسایل خانگی مانند لیوان یا وسایل آشپزخانه را با افراد دیگر به اشتراک نگذارید این وسایل با دقت بعد از استفاده در ماشین ظرفشویی و یا دست بشویید با استفاده از مایع شستشوی و آب بسیار گرم ملافه یا اوله را با افراد دیگر به اشتراک نگذارید لباس ملافه خود را به صورت جداگانه در ماشین لباسشویی با دمای 60 درجه بشویید همه اتاق باید طور مرتب شوند، زیرا ویروس هم چنین می مدت در هوا بماند و نه تنها روی سوتو این توصیه برای والدین است اگر فرزندان شما در قرنطینه باشد خوب است که یک نفر را در خانه تعین کنید تا از کودک مراقبت کند توصیه می شود که در صورت امکان کل خانواده در قرنطینه بمانند خصوصا فامیل که دارای چندین فرزند هستند لطفا قوانین قرنطینه را درست رعایت کنید اینها موارد دیگری است که باید در نظر داشته باشیم باید داشته باشید که ویروس کرونا تنها چالش سلامت نیست که ما در جامعه داریم اگر شما یا فرزندان شما به بیماری های دیگر مبتلا هستند حتی اگر به ویروس کرونا مربوط نباشد انوز هم میتوانند برای دیدن پزشک به بیمارستان بروید و یا به اورژانس مراجعه کنید لطفا قبل از رفتن تماس بگیرید بیمارستانهای های سوئیس به خوبی سازمان یافته و امین هستند نیاز به ترس از ابتلا کرونا ویروس نیست اکثر بیمارستان ها برای محافظت از بیماران و کارمندان از آلوده بودن در حال حاضر از مراجع کنندگان خودداری میکنند اما می توانید با خانواده و دوستان خود در بیمارستان بستری هستند تماس بگیرید یا پیام دهید با ما در محافظت از سالمندان کمک کنید با آنها فکر کنید و بیشتر به آنها زنگ بزنید تا ببینید که چطور هستند اگر مجبور به بازدید از آنها هستید حداکثر فاصله دومتری را رو نگه دارید و تماس فیزیکی خودداری کنید اگر فرد سال خورده یا شخصی دیگر از گروه خطر با شما زندگی می کند توجه داشته باشید که می توانید ویروس را منتقل کنید بنابراین همه ایتیات های لازم را انجام دهید و تماس را با دیگران محدود کنید تا از ابتلا به آنها جلوگیری کنید این معلومات برای ماه رمضان است در رمضان زیادتر نزدیک هم نباشید مخصوصاً زمان افتار و یا جماعت وقتی افراد زیاد به کرونا ویروس آلوده شوند بیمارستان ها در معرض خطر این هستند که نتوانند همه موارد جدی و بحرانی را درز درمان کنند بنابراین این قدر مهم است که سرعت ویروس را کاهش دهیم و با استفاده از این اقدامات اگر هنوز سوال دارید که چگونه در قرنطینه بالایم روبرو شوید از تماس تلفونی دریغ نکنید و به شماره تلفن 058-463-00-00 تماس بگیرید و اطلاعات بیشتر به دست و یا هم به backcoronavirus.ch مراجعه کنید تمام بشر در تلاش برای پیروزی در این نبرد هستند اما هنوز تمام نشده است هنوز راه دراز در پیش داریم اما باید همه به با مقصد خود برسیم همه افراد موظف و همکاری هستند تمام تلاش خود را نیز بکنید از اینکه با دیگران به اشتراک گذاشتید متشکرم